در حالی که دانشجویان و مردم به پا خواسته در قیام‌ها و خیزش‌های شهرهای مختلف کشور فریاد می‌زنند مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و سپاهی حیا کن مملکت و رها کن، ولی فقیه ارتجا سرکرده جنایتکار سپاهش را به معرکه گیری و دروغ و دجال بازی در مجلس ارتجا فرستاد تا به توجیه جنایت وحشتناک کشتار مسافران بیگناه هواپیمای اوکراینی بپردازد. به بخش‌هایی از اظهارات نفرت انگیز و وقیحانه پاسدار سلامی که خشم و نفرت عمومی را هرچه بیشتر برمی‌انگیزد توجه فرمایید. ما بعد از ترور و شهادت سردار عزیز و همرزمان ایشان کاملاً در فضای روانی یک جنگ ناشناخته با آمریکا قرار گرفتیم. ما برای لحظاتی با احساس جزر در اقتدار ملی مواجه شدیم. نیاز این بود که دوباره به حالت مد برگردیم. ما باید یک موجی از سرزندگی جدید در جامعه ایجاد میکردیم تا تراز بین المللی نظاممان دوباره ارتفاع میگرفت. من قسم میخورم فرماندهان و عزیزانی که در طراحی این مسئله نقش داشتند شاید چند شبانه روز حتی برای یک ساعت نخوابیدند، شاید برای یک ساعت، و اگر ساعتی خوابیدند خوابی توأم با دغدغه فراوان، نه نگرانی. ما میخواهیم از یک جنگ بزرگ با یک جنگ جلوگیری کنیم. این تنها راه ماست. این شجاعانه ترین تصمیم تاریخ ایران است. این حکیمانه ترین تصمیم تاریخ ایران است. و ما شاید از روز جمعه تا شب چهارشنبه همه چیز را آماده کردیم. کاملا شرایط جنگی بود. آن شب قسم می‌خورم هیچ کس نخوابید. هیچ کس. تا این ماجرا اتفاق افتاد من واقعا عرض می کنم ما در عین حال که یک پیروزی بزرگ به دست آورده بودیم، حتی قبل از اینکه متوجه بشویم احتمالاً موشک ما به هواپیما اصابت کرده است، سقوط هواپیما به خودی خود ما را تلخ کام کرده بود. این ماجرا به این شکل بود. ما در بالاترین حد آماده باش بودیم و در میان این قوغا گاهی خبرهای متفاوتی هم میرسید. مثلا به سامانه های ما خبر پرواز تعداد کروز را داده بودند و این بچه های ما که کنار سامانه بودند همه
خود را آماده کرده بودند. خب این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه، با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار، او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است و او با محاسبه این مطلب که این دقیقاً یک کروز هست اقدام به شلیک میکنه و خود او تصور میکنه که یک کروز رو منهدم کرده. برادران ما از همزمانی شلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این رو به شما عرض کنم، خدا گواه هست ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدأ شکلگیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمیتوانست متوجه شود. هیچ چیزی را دست نزدیم، نه جا به جایی قطعات هواپیما و برهم زدن صحنه، نه جا به جایی سامانه و نه گراف های راداری. اما واقعا ما هرگز تا غروب چهارشنبه به اطمینان نرسیدیم، ولی احساس میکردیم این فرضیه غلبه پیدا میکنه. هواپیماها که سقوط میکنند هفته ها، گاهی ماه ها و گاهی سال ها و گاهی ابدا نتایج طول میکشه تا اعلام کنند. حتی جعبه سیاه هم بازخوانی نشد. یعنی اگر میخواستیم همه چیز را بررسی کنیم شاید هفته ها به طول میانجامید. و این که در عرض یکی دو روز ما به اتقان رسیدیم و هیچ فضایی را برای بررسی کامل به هیچ عنوان نبستیم، خود ما کمک کردیم به اثبات این مسئله، چون به هر شکل حادثه بزرگی بود، تا اینکه بالاخره این تیم کارشناسی به این نتیجه رسید که در اثر خطاهایی که صورت گرفته متاسفانه این هواپیما سقوط کرده و دیگه شروع کردیم به در واقع تنظیم بیانیه و اطلاع رسانی برای مردم عزیز ما. من خدای بزرگ را به شهادت میگیرم، دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم، ولی شاهد این ماجرای غم‌انگیز نباشم. ما عادت کردیم قربانی این ملت باشیم. هیچ وقت من در طول عمرم اینقدر شرمنده نبودم، هیچ وقت. هیچ وقت. ممکنه ما خطا کرده باشیم، که خطا کردیم، تعدادی از هموطنان ما به خاطر خطای ما شهید شدن، ولی غیر عمد بوده و عذرخواهی هم میکنیم، شرمنده هم هستیم، ولی جبران میکنیم، اجازه نمیدیم یک نفر از مردم ما کوچکترین آسیبی ببینه. ما هستیم محکم استوار.
این نظام بهترین نظامه. برید ببینید در کجا یک نظام خودش، یک سپاه میاد خودش تلاش میکنه که حقیقت رو ثابت کنه و کتمان نمیکنه. ولی ما هنوز در اثنای جنگیم. بازم من اینا رو نمیگم که خدای نکرده بگم اون کار قابل توجیه، نه، اون واقعا یک اشتباه در یک نقطه بود. هیچ وقت فکر نمی کردیم که ما یک روزی توسط ما به مردممون آسیبی وارد بشه. در حالی که دعاوی وقیحانه و پر از دروغ و بلوف پاسدار سلامی حتی برای گماشتگان مات و در هم ریخته مجلس آخوندی هم قابل هضم نبود، رئیس مجلس ارتجاع به سپاسگزاری از پاسداران ولایت ولی فقیه قاتل پرداخت. من فکر می‌کنم دوستان عزیز بیانات آقای سلامی خیلی دقیق بود که در اون شرایط برای اینکه عملیاتی انجام بشه با این تو اون شرایطی که حالا باید تشییع جنازه انجام میشد با اون وباحتی که در کشور داشت، حالا با تعریزی عملیاتی هم میکردن، برای لایه های بعدی هم فکر میکردن. خیلی کار سخت و طاقت فرسایی رو انجام دادن. ما تشکر میکنیم از شما و از اینکه خیلی با تواضع شما پذیرفتین این اشتباهی که صورت گرفته و عذرخواهی کردین از مردم. از این جهت هم از شما سپاسگزاری میکنیم.